أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. با نام و یاد خداوند متعال، پروردگار بخشنده و رؤوفی که در نعمتهای بیشمارش همواره غرق هستیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت یک و یک شما بینندگان عزیز و همراهان بسیار بزرگوار برنامه عارفانه. آرزومند هستم که از نعمت سلامتی و عافیت و تندرستی انشاءالله بهرمند باشین و امیدوار هستیم که ثانیه های عمر شریفتان پر از یاد خداوند متعال باشه. با همین امید برنامه امروز عارفانه را آغاز میکنیم. موضوعی که انشاءالله قرار هست در این برنامه امروز تقدیم شما بینندگان محترم بکنیم درباره آفات زبان هست و در بخش بعدی انشاءالله با حضور کارشناس محترمی که دعوت کردیم صحبت ما درباره خطرات و آفتهایی است که ممکن است از ناحیه زبان به انسان برسه. خواهش مند هستم که ما را همراهی بفرمایید. تشکر میکنیم از اینکه همراه برنامه عارفانه هستیم. بینندگان محترم، همونطور که خدمتتان عرض کردیم، موضوع صحبت ما در برنامه امروز ادامه مبحثی است که خدمت شما در چندین جلسه تقدیم کردیم تحت عنوان آفات زبان، و دانستیم که زبان از یک جهت نعمتی است بسیار بزرگ برای انسان که باید شاکر این نعمت باشیم، اما از جانب دیگر همین زبان اگر گناهان نشود و آفاتی که از ناحیه زبان به انسان مؤمن میرسه شناسایی نشود، میتونه که خدای نکرده مایه دور شدن انسان از خداوند متعال و ارتکاب کبائر و گناهان کبیره باشه. در روایتی بسیار نورانی از مولا الموحدین و یعصوب الدین امیر المؤمنین سلام الله علیه رسیده که فرمودن ما من شیء اجلب لقلب الانسان من لسان، فرمودن برای جلب دل انسان چیزی مؤثرتر از زبان نیست. از قبیل این روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام نشان دهنده این اصل مهم است که بسیار باید به این عضو بدن توجه داشته باشیم، مراقبت داشته باشیم تا خدای نکرده ما را به سمت نافرمانی خداوند متعال نکشانه. در خدمت سرور ارجمند و استاد گرانقدر فاضل بزرگوار جناب استاد آگاه هستیم تا انشاءالله بتونیم در برنامه امروز هم خطرات و آفات زبان را بیشتر بشناسیم. عرض سلام داریم استاد آقا، خیلی خوش آمدین، وقت شریف حضرت علی بخیر باشه. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه دارم محضر شما همکارای خوبتان و همه هموطنان عزیز و بزرگوارم، ان شاء الله در پناه عزت منان باشید. بزرگوار سلامت شما. در رابطه با آفات و بلیات زبان محضر سرورای معظم در جلسات گذشته عرض کردیم که زبان ترجمان دل ما هست، زبان دریچه روح ما هست، زبان نعمت بزرگ پروردگار عالم هست، یکی از اعضای بسیار فعال در وجود ما زبان هست. بله. اگر کنترل بشه که بسیار خوب میشه، انسان به مقامات بسیار رفیع دست پیدا میکنه. اگر خدای نخواست از این زبان مواظبت و مراقبت نشه، آفات بسیار زیادی در قبال داره. چند تا آفت شما بررسی کردیم از آیات قرآن کریم و روایاتی که از نای مقدس اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده. امروز میخواییم پیرامون استهزا یا مسخره کردن بعضی از مسائل دینی و شرعی یا یک مؤمنی را کسی مورد استهزا قرار بده، انشاءالله ما پیرامون این موضوع با حضر دوستا و سرورای معظم صحبت کنیم. خب جالب است که بدانیم و کسی اگر چاقو میکشه همه تعجب میکنه، یک کسی را مار میگزه مردم تعجب میکنه. خب این جای تعجب داره، منتها اگر کسی را خدای نخواسته مسخره میکنه، با این زبانش نیش میزنه، از اون نیش زدن مار بدتر هست، از ضربه چاقو کرده ای ضربه زدن با زبان یا مسخره کردن یک کسی بدتر و زشتر هست. اینجا باید تعجب کرد انسان وقتی کسی یک حرف زشت میزنه خدای نخواسته، یا تنه میزنه، یا محضر شما دوستا عرض کنم یک کسی را مسخره میکنه کسی دیگه، اینجاست که انسان باید تعجب کنه. همینطور در قرآن کریم یک آیه بسیار قشنگی پیرامون مسخره کردن مردم که خداوند عالم مؤمنین مورد خطاب قرار میده، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، یعنی کسایی که ایمان آوردید
یکی دیگرتان مسخره نکنید، چه بسا که او طرف از شما کرده بهتر باشه. خب ای آیه شریفه ادامه داره، اینجا میگه که ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منهن، میگه زنهای مؤمنم باید همدیگرشان رو مسخره نکنن. چرا؟ شاید او زن مؤمنی که مورد تمسخر قرار گرفته از یکی بهتر باشه. آیات قرآن کریم وقت ما بررسی میکنیم، گاهگاه خداوند عالم با لفظ مذکر مؤمنین خطاب قرار میده، یا ایها الذین آمنو در اکثر آیات قرآن کریم هست. خب جالبه بدانیم وقتی که لفظ مذکر استعمال شد مؤنث هم یعنی طبقه اوناس هم در بر میگیره، خانم های مؤمنم در بر داره، در اکثر آیات امین طوره، ولی ای آیه شریفه که استثناء داره. خداوند عالم مؤمنین گفته اینجا پیام میرسونه لا یسخر قوم من قوم، هیچ کسی حق نداره کسی دیگر مسخره کنه. خب مردا هم این کارو نکنه، خانم ها بس تمام شد. بعدش خداوند عالم میگه ولا نساء من نساء، یک لفظ خانم ها رو ویژه اینجا خداوند عالم جداگانه میاره. دلیلش هم اینه که خانم ها بیشتر در این زمینه دقت بیشتر داشته باشن، یعنی مواظب زبان خودشان باشه، خدای نخواسته یک وقتی نشه. هم به این متاسفانه اخلاق زشتی که متاسفانه است، این نکته اخلاقی اکثرا متاسفانه مبتلا هستند، چی مرد چی زن، اما اکثرا خانم ها. خالق ما خداوند عالم هست، خوبم بندای خودش میشناسه، بعضی ویژگی ها رو خانم ها داره، بعضی ویژگی ها رو آقایون، بعضی از مشکلات خانم ها داره، بعضی مشکلات آقایون، بعضی در خانم ها بیشتره. حالا شاید تمسخر کردن در وجود خانم ها اگر مواظبت و مراقبت نکنه بیشتر تمایلش باشه، که خداوند عالم در ای آیه شریفه اینطور آورده. بعدش در ادامه خداوند عالم میگه ولا تلمذوا انفسکم، عیب های همدیگر بر روی همدیگه نکشید. اینجا از لفظ نفس استعمال میکنه خداوند عالم، یعنی عیب جانتان بر روی همدیگه نکشین. عیب مسلمان مؤمن به مسابه جان یک مؤمنه، وقتی یک دیگر رو تمسخر کنه خدای نخواسته که با از آثار سوی ای عمل زشت اخلاقی که مسخره کردن ایه که در مقدم اول نفاق بیشتر میکنه، دشمنی و عداوت به بار میاره. اگر اهل سنت شیعه ها رو تمسخر کنه، شیعه ها عقاید اهل سنت رو تمسخر کنه، خدای نخواسته ای باعث تفرقه در بین مذاهب میشه، در بین مردم میشه، کی از این بهره میبره، کی سود میبره؟ دشمنان اسلام. بنابراین هیچ کس حق نداره که یک مؤمنی را مسلمانی را به تمسخر و سخریه بگیره، عقایدش را زیر سوال ببره، یا در مورد شکل و شمایلش تمسخرش کنه. همینطور اینجا خداوند عالم از لفظ نفس استعمال مولا تلمیزو انفسکم، خودتان را مسخره نکنید، جانتان را، چون این آیه شریفه در مورد مؤمنین، مسلمان ها مؤمنین مصابه جان هم دیگر هستند. همینطور که فتوای بعض از مراجع بزرگوار هست که مؤمنین و مسلمان ها بین هم دیگه برادرن، بمانه نفس و جان و تن هم دیگر هستن. ادامه آیه شریف اینطوره ولا تنابذوا بالعقاب، آیه شریف است، بله، خداوند عالم میگه که با الفاظ رکیک و بد یا القاب زشت هم دیگه تان صدا نزنید. بعض انسان هاست در جامعه اصلا نامشان اگر بپرسی بعضا بلد نیه، به لقب زشتی که سرش ماندن او لقب سرش مانده و نام اصلیش کسی نمیفهم، اگر نام اصلیش ببری مردم فراموش کرده، این کار زشته. جالبم اینجاست که در تفسیر آیه شریفه شأن نزولش بعض از مفسرین آوردن که آیه در باره ثابت ابن قیس نازل شده. این بزرگوار یک مقدار مشکل شنوایی داشت، می آمد در مسجد محضر پیامبر بزرگوار اسلام، هر وقتی که می آمد مردم اصحاب پیغمبر کوچه باز میکردن، این بزرگوار میرفت ثابت ابن قیس نزدیک پیغمبر خاتم، هرچی پیغمبر بگه بهتر بشنوه. بله. یک روز صبح بعد از نماز صبح ثابت ابن قیس وارد مسجد پیغمبر بزرگوار اسلام شد، دید که دیگه جا نیست، نمازم خوانده شده، کسی برش را نداد که بیشتر بره. یک آقای صدا زد که اینجا دیگه صفای آخر بنشین. این آقا نشست، یک مقدار کوار روشن شد،
گفت کی بود که مرا راه نداد ما برم محضر پیغمبر خاتم شرفیاب شوم و بله آواز دلربای پیغمبر بهتر بشنوم؟ گفتن فلانی بود. گفت امو که مادرش بدکار است، یک لفظ زشت و بدی را استعمال کرد که پیغمبر خاتم لحظات بعدش ای آیه شریفه را خوان که به قلب نازنین پیغمبر ای آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ای کسایی که ایمان آوردید یک قوم قوم دیگری را یا یک شخصی شخصی دیگر را تمسخر قرار نده، حتی خانم ها هم مواظب خودشان باشه. بعد فرمود که همدیگرتان عیب هایتان را برای همدیگر نکشید. ادامه آیه شریفه ولا تنابذوا، یک همدیگرتان وقتی شما صدا میزنید با القاب زشت و بدی که مناسب شأن یک مؤمن نیست صدا نزنید. خب اینجا بود که آیه شریفه نازل شد. پس بنابر این درست است که ما با القاب بسیار قشنگ و خوبی که داریم از این القاب استفاده کنیم، عیب های همدیگر بر رخ نکشیم. از همه بالاتر ای که هیچ کس هیچ مؤمن حق نداره کسی دیگری ره مورد تمسخر قرار بده. که در ضمنش یک روایت دیگه هم از وجود نازنین پیامبر بزرگوار اسلام محضر دوستا عرض کنم که حدیث قدسی است. فرمود پیغمبر خاتم که هر کسی کسی دیگر تمسخر میکنه یا مؤمن مورد مسخره قرار میده مثل این است که با خداوند عالم بجنگه و خداوند عالم مورد غضب خودش قرار میده. او کسی را که مؤمنی را به سخریه بگیره یا مسخره کنه. سلامت باشین. قربان شما. اطلاعات خیلی ارزنده و در واقع کارآمدی را فرا گرفتیم از فرمایشات ارزنده شما جناب استاد آگاه. از اون بیننده از همراهی تان سیمانه تشکر میکنم. به اتفاق شما سروران ارجمند میریم بخش دیگر از برنامه رو میبینیم و انشاءالله فرصت بیشتری داریم که برگردیم باز هم در قالب روایات و آیات نورانی قرآن مجید بتونیم بیشتر درباره آفات زبان و امروز بیشتر درباره تمسخر کردن دیگران که در واقع بیشتر از طریق زبان صورت میگیره معلومات بیشتر کسب کنیم. همراه ما باشید. تشکر میکنیم از همراهیتان بینندگان عزیز. همچنان صحبت ما درباره آفات زبان هست و روی کرده صحبت امروز بیشتر درباره تمسخر کردن هست که معمولا این گناه نابخشودنی که در قرآن هم نهی صریح داریم دربارش و پروردگار متعال همطور که جناب استاد آگاه فرمودن خطاب به مؤمنین دستور میفرماید که مبادا گروهی از شما گروه دیگرتان را مسخره بکنید، که این گناه مورد نهی صریح پروردگار متعال واقع شده و بیشتر هم معمولا از طریق زبان هست انسانها به ویژه کسانی که مراقبت درستی بر سخنان خود ندارن و عواقب صحبتها و کلمات خود نمی سنجن ممکن هست به این گناه لسانی که از طریق زبان انجام بشه یعنی مسخره کردن دیگران دوچار بشن. باز هم انشاءالله پای صحبت‌های ارزشمند جناب استاد آگاه می‌نشینیم تا بیشتر درباره زشتی این گناه و همچنین آثار و پیامدها و عواقبش بدانیم. بفرمایید استاد. بسیار خوب. یک روایتی از وجود نازنین امیر عوالم علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. فرمود که ان الله تبارک و تعالی اخفا اربعه فی اربعه، خدا چهار چیز در چهار چیز پنهان کرده. دلیل این رو می‌خوام محضر دوستا عرض کنم که چرا تمسخر یک مؤمن جایز نیست، درست نیست. خداوند عالم این کار منع قرار داده و از محرمات هست. آقا علی ابن ابی طالب بگه خدا چهار چیز در چهار چیز پنهان کرده. اول اخفا رضاه و فی طاعته، خداوند عالم رضایش در بعضی از اطاعتها قرار داده. خب یک زمانی در زمان حیات پیامبر بزرگوار اسلام پول جمع میکردن برای مجاهدین او زمانی که در یکی از غزوات بود. خب بعضا پول بسیار گزافی دادن، بعض پول کمتر. دیدن یک آقای چند تا خرما آورده و این خرما ها رو که آورد یک کسی تمسخرش کرد، مسخرهش کرد و سخریه گرفت که مردم چقدر پول میته، تو چند تا خرما رو آوردی. بعد پیامبر بزرگوار اسلام فرمود که او پول های گزاف ممکنه قبول خداوند عالم قرار نگیره ولی چند تا خرمای طرف قبول میشه. کس حق نداره کسی را مسخره کنه. همینطور محضر علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا پول آوردن سهم مبارک امامه. بعد او پولهای گزاف آقا قبول نکرد، چند تا سکه آهنی بود آقا او را قبول کرد. گفتی علال از رای درست بدست آمده، ای قبول اونها رده. محضر وجود نازنین آقا امام صادق علیه السلام
سهم آوردن، مقدارش هم زیاد بود نوشته تاریخ، اونها را رد کرد. چند تا کلاوه تار که پیرزن فرستاده بود توسط نماینده امام صادق علیه السلام اونها را قبول کرد، اما پولهای گزاف قبول نکرد. حالا شاید یک عملی که ما در نظر ما بسیار بزرگ هست و کوشش ما یه او عمل انجام بتیم، او قبول ایزد منان نباشه. یک برنامه بسیار قشنگی از طریق تلویزیون تمدن هم گاهگاهی نشر میشه به نام زندگی پس از زندگی. حال اونایی است که یک عنایت اونا از دنیا رفتن، عنایت شده دوباره برگشتن. حتما عزیزای ما آشنایی دارن با این برنامه. یک کسی که از دار دنیا رفته بود، بعد نقل میکرد که حالا زنده است، نقل میکرد که مثلا بعض اعمالی است که شاید به چشم اصلا نیایه، مثل این که کسی سودا در دستش میخواد از دکان بیرون بشه، بعد ما دهن دروازه بودم 10 ثانیه دروازه را باز کردم، ای آقا با سودایی که داره بیرون بشه. گفتی در عالم برزخ قبر قیامت دستگیر انسان میشه و درد میخوره. یا او طرفی که نقل میکرد که مثلا در مسجد چیزی که بسیار به درد میخوره، گفت یک شبی بود یک ریش سفید گم شده بود، ما پالیدم او بود پیدا کردم، پیش پایش ماندم. این خیلی در عالم برزخ دست ما گرفت. بعض اعمال بسیار کوچک هست، اما شاید رضای خداوند عالم در اون عمل کوچک باشه. چند چیز خدا در چند چیز پنهان کرده، اول رضای خودش خداوند عالم در بین طاعت و ای اعمال عبادی کس قرار داده. ما نمیفهمیم در کدامش رضای خداوند، تا هیچ عملی را کوچک نشماریم. دوم، آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود اخفا سخطه فی معصیته، خداوند عالم غضبش در گناه قرار داده، اما در کدام گناه معلوم نیه. بعض آر ظلم و جنایت میکنن، هیچی نمیشه، اما تا گاهگاه یک سر سوزن به حق یک مظلوم دست میزنه، غضب خداوند عالم نازل میشه و اونا نابود میشن. بله. معلوم نیست در کدام معصیت خدا غضب خدا نهفته شده. باید از تمام معاصی و گناه انسان دست بکشه. سوم، آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود اخفا خداوند عالم قرار داده در اجابت دعا را در بین دعاها. ما نمیفهمیم کدام دعا مستجاب میشه. بله. مونتا دلیلش هم ایه، بیشتر دعا کنیم در خانه خدا به ناله و محضر سرورای عزیز عرض کنیم، مناجات بلند بشیم، دعا کنیم، راز و نیاز کنیم، شاید یک دعای ما قبول باشه. کدام دعا قبول میشه ما نمیفهمیم. همه را گفته به خاطر جمله آخر. بله. اخفا ولیه فی عباده، خداوند عالم ولی خودش بین بندگانش پنهان کرده. ما نمیفهمیم ولی خدا کدامه. تا کسی را خدای نخواسته مورد تمسخر قرار میده، یک وقت میبینیم خیلی آدم عارف بوده. شما ببینید در تاریخ نقل شده، ما در لابلای کتاب ها با داستان های سر میخوریم، تشرفاتی که بعض دوستا مؤمنین شریف محضر آقا صاحب الزمان داشته، اینا عجیبه. یکی از او کسا عبدالکریم کفاشه، نه عالم بود، نه دانشمند بود، نه آیت الله بود، نه حجت الاسلام و المسلمین بود، یک کفش دوز عادی. بله. در حدی به امام زمان علیه السلام نزدیک میشه که در بعض از تشرفات نوشتن با آقا ولی الله الاعظم امام زمان علیه السلام شوخی داشته. بله. امام زمان خیلی خودمانی باش حرف میزده. یکی از تشرفات شما مختصر محضر دوستا عرض کنم، یه که یک وقت عبدالکریم کفاش میگه در زیارت شاه عبدالعظیم حسنی بودم، محضر امام زمان قطب دایره عالم امکان مشرف شدم. آقا فرمود عبدالکریم کفاش میخوای با ما بری به زیارت علی ابن موسی رضا؟ گفتم آقا کور از خدا دوتا چشم بینا میخواید، چرا نه؟ گفت آقا دستمو گرفت، چند قدم در همون صحن زیارت شاه عبدالعظیم قدم برداشت، می وقت چشم باز کردم با تحیل عرض امام زمان مرا آورده مشهد علی ابن موسی رضا علیه السلام. همینطور امام رضا علیه السلام که زیارت کردیم، آقا به ما فرمود که میخوای یکی از دوستان و موالیان و مزدار دنیا رفته سر قبرش بریم، سید علی مفسر. گفتم دیده چشم آقا، دستمو گرفت با تحیل عرض آوردم مرا سر قبر سید علی مفسر که یک هفته از دار دنیا رفته. گفت ما برزخو میدیدم، دیدم که سید علی مفسر از عالم برزخ به قد سر رای امام زمان علیه السلام بلند شد. بله. یک مقدار امام زمان دعا کرد و یرفا شیخ مرتضای زاید رو به ما کرد. عبدالکریم کفاش میگه، گفت عبدالکریم کفاش وقت رفتی، سید علی مفسر میگه، وقت رفتی از اینجا برگشتی خانه، برست پیش شیخ مرتضای زاید،
برش بگو در دنیا چقدر با من رفیق بودی، دوست بودی، یک هفته از دنیا رفتیم بله یک بار سر قبر من نیامدی. فهم. امام زمان علیه الصلاه و السلام فرمود که سید علی مفسر شیخ مرتضای زاهد مریضه، عوضش ما آمدیم به زیارت قبر شما. گفت بعضی کلمات رد و بدل شد، امام زمان دستمو گرفت آمدیم این طرفتر از سر قبر سید علی مفسر. آقا به ما فرمود که سید علی مفسر کسی بود که در دنیا آمد چندین سال زندگی کرد، یک بار دل من مهدی را نشکستاند. بعضا واقعا عزیز دل حضرت امام زمان علیه الصلاه و السلام بودند، بعضا نه دانشمند بودند، عرض کردم نه علم زیاد داشتند، اما خیلی با معرفت بودند، مثل عبدالکریم کفاش که داستان ها و قصه هایش طولانیه. منتهی را میخواهیم عرض کنم محضر دوستا، شاید کفاش که مد نظر منای ولی خدا باشه، دوست خدا باشه، حق توهین و تحقیر ما به هیچ کسی نداریم. حالا ما چرا تمسخر میکنیم؟ اینه مگه عزیزای ما بدانن بسیاری از مشکلات برطرف میشه، انواع تمسخر بدانن. گاه گاهی مردم سر ذات مقدس خداوند عالم اشکال میکنن و ایره به سخریه میگیرن. خود خداوند عالم در قرآن میگه قل عبدالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. گاه مردم خدا رو به سخریه میگیره، گاه اوقات از آیات و نشانه های خدا ره مردم پیغمبر بزرگوار اسلام به سخریه میگیره، اینا رو سخریه میکنه با زبان خودشان. کالا بعدش انشاءالله اگر وقت شد محضر دوست عرض میکنیم. خدا خیرتون بزنه. تشکر میکنیم از آیارگاه. بینندگان از گرامی هست همراهی شما هم تشکر میکنم. باز هم وقت داریم که انشاءالله در بخش بعدی صحبت های ارزشمند جناب سالگاه رو بشنیم. آشمند هستم که پس از میان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. از همراهیتان تشکر میکنم. روایت دیگر را از امیرالمومنین علیه السلام تقدیم شما بکنیم که این روایت در کتاب شریف غرر الحکم و درر الکلم آمده. از آن حضرت روایت شده که فرمودند کسی که دیگری را به آنچه که ندارد ستایش کند در واقع او را مسخره کرده است. این یکی از مصادیق تمسخر دیگران این هست که آدم یک شخصی را حمد و ستایش بکنه و به اصطلاح تعریف و تمجید بکنه به صفتی که در او نیست، و این حضرت میفهمند که خودش از مصادیق تمسخر کردن و ریشخند کردن دیگران هست. در خدمت سرور معظم جناب استاد آگاه هستیم تا در این بخش پایانی صحبت ارزشمندشان را باسم درباره این گناهی که بیشتر از طریق زبان صورت میگیره، یعنی مسخره کردن دیگران، بشنویم و فرا بگیریم. بفهمید. بسیار خب. ما روایت داریم اگر کسی با زبان استغفار میکنه ولی قلبش تمایل به گناه داره، ای خدا رو مسخره کرده. واقعا هم عجیبه. بعضی هستن وضو میکنن، چیزای ظریفیه که اگر انسان در لابلای روایت بگرده متوجه میشه. کسی که وضو میکنه در عین حال اسراف میکنه، ای داره مسخره بازی میکنه، ای مسخره بازی در کار درست نیست. همینطور ما روایت داریم که طرف نظافت جز ایمان هست ولی این طرف اسراف هم کار درست نیست. بره. طرف موترش هم میشود نظافت من الایمان، اما در مصرف آب داره اضافه روی میکنه، این کار درست نیست، این بجا نیست، این مسخره بازیه. گاه گاهی است که آیات خدا رو، نشانه های خدا رو بعضا با سخریه میگیره. در قرآن اتخذتم آیات الله هزوا، آیات و نشانه های خدا رو چگونه آیات خدا رو مردم به سخریه میگیره؟ محضر عزیزا عرض کنم کسایی که خانمایشون رو طلاق میتن دوباره به اونا رجوع میکنه. ما روایت داریم در این زمینه خود امسر یا زن نشانه خداست. خداوند عالم در قرآن کریم میفرماید که و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از علائم خدا، از نشانه های خدا ایه که از جنس خودتان، از نفس خودتان خدا برای شما جفتی خلق کرده، همسر قرار داده. بله. یکی از دانشمندان میگفت که چطور این مردمی که نمیفهمن واقعا این جمله طلایی است، واقعا این جمله عجیبه. بله. میگفت که اگر مثلا او کسایی که دعا داره که خدا نیست، دنیا تصادفی به وجود آمده، این دنیایی که تصادفاً به وجود آمده چطور میتونه برای ما همسری انتخاب کنه، همسر بیاره؟ یه عجیبه. دنیا اگر سر به خود به وجود میام با این ظرافت به وجود میامد که خود وجود خانم ها که از این جایگاه مقدس محضر همه خواهرها و مادرهای عزیز عرض میکنم در حد قرآن کریم و اسلام عزیز به اینا
مقام و جایگاه قائل، ای آیه نشان نمایندگی از مقام و جایگاه خانم ها میکنه که نشانه خداست. از آیات خداوند عالم ای که از جنس خود مردها، از وجودشان خداوند عالم از جفت به اینا قرار داده. خب اگر این کسی که همسرش طلاق بده یا محضر شما عرض کنم یک خانومی باعث مشکلات در زندگیش بشه یا اذیتش کنه، این با سخریه گرفتن آیات خدا و نشانه های خداست. گاه گاهی هم مردم عالم قیامت و برزخ و اینا رو به مسخره میگیره. طرف آمد محضر پیامبر بزرگوار اسلام، یک سر، یک ما به اصطلاح ما افغانی کپی سر، جمجمه سر، آخرین جاییست که در قبر خاک میشه. این را آورد پیش پیغمبر خاتم تا دزدی پودر شد، ذره ذره شد مثل خاک. بعد فرمود که شما میگید که خداوند عالم قیامت شما رو زنده میکنه، که قدرت داره ایس جمجمه سری که پوسیده شده ایره زنده کنه؟ آیه به قلب نازنین پیغمبر خاتم نازل شد، قل یحیی الذی انشأها اول مره. امو کسی که از اول ای چیزی نبودید شما را خلق کرد، بله. دوباره امو خدا قدرت داره که شما را زنده کنه. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، خدا قد قدرت داره دوباره حتی این خطای انگشتان به روز قیامت به می صورت در بیاره. 1400 سال پیش نه بایومتری که بود، نه انگشت نگاری بود، اما آلا مردم می فهمه قرآن چی گفته در او زمان. به هر حالش گاهی اوقات از خود مردم قبر و قیامت و اینا رو به سخریه میگیره. گاه گاهی محضر سرورای معظم عرض کنیم، شما ببینید خداوند قدرتش که الحمدلله بیننده های عزیز ما اهل معرفت میدانه، آب و خاک و آفتاب یکی، یک درخت میته شفتالو، یکیش میته زردالو، یکیش میته سیب. او خدایی که همه قدرت داره، ای که از خاک سیاه گلهای رنگین میکشی و از درختان میوه زیبا و شیرین میکشی، او نمیتونه کسی ره دوباره زنده بسازه که روشن و واضح است. مونتا بعضی این حرفا رو به سخریه میگیره. محضر سرورای معظم عرض کنم که چی باعث میشه که ما خدای نخواسته کسی رو مسخره کنیم؟ این دلیل اگر پیدا کردیم اکثر مشکلات انشالله برطرف میشه. اول دلیلش ایه که بعضی ها عادتشان ایه که پول جمع کنن. وقت پول دار شدن، الذی جمع مال و عدده، وقت مال جمع کردن یک در مسخره میکنن. کسی که از اینا پایین تر بود، فقیر بود از نظر مالی، اونا رو به سخریه میگیرن و شوخی میکنن و بعض حرفای دیگه. دوم علم است. کسی که مقدار چند کلمه علم یاد گرفت، چند وقت شاگردی کرد، یک مقدار از علم گیرش آمد، بعد او کسایی که پایین دستشه با کسایی کم سواد و بی سواد اونا رو به سخریه میگیره. البته او عالمی که در علم خودش عمل نکنه، که ما در این زمینه هم روایت داریم، آیت در قرآن کریم هم داریم، کالا وقت زاینش مختصر محضر سرورای معظم عرض کنم. داشتن علم باعثی میشه کسی پایین دستش اگر مواظب و مراقبش نباشه سخریه کنه و مسخره بگیره. سوم قدرت، کسی که سر قدرت میشه چهار سبایی و بعض نکات اخلاقی رو فراموش میکنه، باعثی میشه که زیر دستایش اذیت کنه یا با سخریه بگیره و مسخره کنه. همینطور کسی که خوشگله، یک مقدار خداوند عالم چهره جذاب برش داده، خب به دیگرا شوخی میکنه، مسخره میکنه، به دیگرا توهین و تحقیر میکنه، کار درست نیست، از نکات رذیله اخلاقی محسوب میشه. هی که انسان چهره خوشگل داره، این نه فضیلت برای انسان، این یک نکته مثبتی که خداوند نعمتی است که به خداوند داده، سپاسگزارش باشه. که در این زمینه ما روایت و قصه و داستان زیاد داریم، اون تا وقت میگذره. در روایت یوسف علیه السلام یک لحظه پیش آینه ایستاد شد، خودش وقتی دید گفت که خدایا اگر من غلام می بودم، خدا می دانه من چقدر پول می خریدن و می فروختن. یک وقت شد قرآن کریم میگه شروه به ثمن بخس دراهم معدوده. یوسف علیه السلام فروخت به یک چند درهم ناچیز، اصلا قابل توجه نیه. گفت به اسنت من است که به یک تب، به پولت من است که به یک شب. کسی به پولش می نازه، به یک شب همه به دار فنا میره. کسی به حسنش می نازه، شب تب کنه، صبح طرف صورتش دیده نمیشه. این مال خداست، انسان مواظب باشه، خدای نعمت داد، دیگرها رو به سخریه و مسخره بازی نگیره. همین طور چیزی که باعث میشه ما دیگرها رو مسخره کنیم کینه و حسادت هست. این کسی کینه که شما به کس بدل گرفته، عقده بدل داره، گرفی زده، بعد بخواه انتقام بگیره،
یا در حضورش یا در غیابش که غیبت هم محسوب میشه که در غیاب کسی ما مسخره کنیم کسی ره، یا حسادت داریم کسی یک چیزی داره که ما نداریم، بعد باعثی میشه که طرف رو مسخره کنن. همینطور گاهی به خاطر سرگرمی ای اکثر اوقات متاسفانه عزیزایی که در فضای مجازی مشغولن و کسایی که وظیفهشون این کار شده، شما ببینید تا یک کسی در یک رسانه جای یک کلام از پیشش به تقدم و تاخر میشه، بعد اینا چگونه اونا به سخریه میگیره. بعد شما عزیزا میبینید خب انسان از گاهگاه یک حرفی پایین و بالا میشه، تا یک دانشمند یک چیزی گفته بعد سر زبان ها میشه صفحه مجازی همه پخش میکنن، اینا همه از مصادیق سخریه گرفتن مؤمنین هست و مسخره بازی هست که گناهی کبیر است. خلاصه مطلب محضر دوستای عزیز عرض کنم که به حد این مسخره کردن یا به سخریه گرفتن مؤمنین زشت و بد هست. خداوند عالم به وجود نازنین پیغمبر اکرم وحی کرد که یا رسول الله اگر از طرف کسی دیگه هر گناهی کرده باشه شما استغفار کنید خدا او رو میبخشه، اما کسی که مؤمنی را به سخریه گرفته اگر 70 بارم شما پیغمبر خاتم استغفار میکنید از طرفش، من خدا او را نمیبخشم. این عجیبه. معلوم میشه که گناه بسیار بزرگی است که باید مؤمنین شریف متوجه باشند که متاسفانه اکثر هم این گناه محسوب نمیکنند که کار بسیار زشت و از اعمال زشتی است که خداوند انشالله اول خود گوینده را بعد انشالله سرورای معظم از این عمل زشت و ناروا در پناه خودش محفوظ داشته ان شاء الله. آمین آمین. تشکر میکنیم از آقای بزرگوار از حضور ارزشمند شما در برنامه، کمال استفاده رو بردیم. از خداوند متعال میخواهیم که ما را در مسیر طاعت خودش کمک بکنه و ما را از نافرمانی و معصیت خودش حفظ بکنه. خیلی سپاسگزار هستیم جناب استاد آقا. همچنین از شما بینندگان محترم هم تشکر میکنیم که همراهی فرمودید. در پایان برنامه دست به دعا برمی‌داریم و از خداوند متعال میخواهیم که قلب های ما را از مسیر هدایت خودش گمراه نکنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. خداوند حافظ و نگهدارتون باشه.